روزی که کوروش تصمیم گرفت امپراتوری خود را در ایران اون زمان برقرار کنند، موبدان زرتشتی از خرش میکردن. اپوزیسیون های سیاسی هم همینطور. آنها نمیدانستند که پشت این امپراتوری کوروش چه کسی نهفته است. مردم اون زمان کوروش را میدیدن. اما علی‌رغم تمسخر وزارت اطلاعات اون دوره و موبدان زرتشتی که تلاش میکردن تا مردم را در حماقت دین قبلی خود که ساختگی بود نگاه دارن، بعد از مدت کوتاهی فهمیدن که کوروش آمده است و رژیم عوض شد و امپراتوری کوروش بر اساس آریستوکراسی کوروش نوشته شد، قانون اساسی که هنوز بعد از چند هزار سال جهان با آن قبطه می کند. همه گروه های سیاسی می دانند که پیشنهادی که یه سارت بهشون می دهد درست‌ترین پیشنهاد و مسیری است به سمت خوشبختی مردم ایران. آنان دنبال منافع مادی خود می گردند و تا آخرین قطره خونشون و تا آخرین گلولهشون رو شلیک می کنند تا امپراتوری کوروش نیاید. اما گفته شده است که ریستارت معجزه است بعد از 700 سال. ریستارت نیامده است که برود، آمده است تا برود. ویلکام تو 146 برنامه ریستارت. ویلکام.